من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است جل جلاله. هم جهان را نعمتی بیتر زن نیست، زن مدبو در گل در سمن نیست. جنیمتهای گوناگون به از زن سر خان طبیعت به سخن نیست. در این محنت سرا ماهرتر از زن طبیب رفع اندوه و مهم نیست. نبی فرمود چیز جز زن و عدل ز دنیای شما مدبو امن نیست. نباشد عیش مردی را که زن نیست، جهان بیزن کم از بیت الحزن نیست. بینندگان عزیز، خواهران، برادران، جوانان و نوجوانان عزیز، دختر و پسر، در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان که مرا می‌بینید، سلامونه حضور شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عرض می‌کنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامتی لشکریان روس به همکاری حزب حاکم خلق و پرچم بنابر دعوت نور محمد ترکی و حفیظ الله امین در کشور مرکز ما حمله کردن و کشور ما را اشغال کردن. من فکر میکنم که اکثر شما عزیزایی که نسل ما هستیم، که ما شما نسل سوخته جنگ هستیم، چرا نه جوانی خود دیدیم و نه هم حال کهنسالی خود میبینیم. در حقیقت ما همه ما نسل هستیم که شاهد جنایت بیشمار در افغانستان هستیم. روانشناسا میگه که
شاهدای جنایت در حقیقت خودشان بسا قربانی های جنایت هستند. ما شاهد یک لشکرکشی بسیار عظیم از لشکریان بی خدای روس در افغانستان بودیم که متاسفانه تمام دار و ندار و هستی و سرنوشت زندگی ما را، زندگی ملت ما را وارونه کرد و 28 ولایت افغانستان که در وقت 28 ولایت افغانستان بود همش بمبارد شد، وحشیانه بمبارد شد. بیش از 2 میلیون شهید ما و شما دادیم و بیش از هزارها معلول و معیوب، میلیون ها معلول و معیوب و میلیون ها مهاجر و آواره به کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان و ایران و میلیون ها هزارهای دیگه هم به کشورهای غربی و دیگه کشورها. به هر حال نتیجه ای اشغال در افغانستان چی بود؟ اشغالی که امروز در 41مین سال روزش قرار داریم و هنوزم خونریزی در افغانستان انجام نیافته. اشغالی که طبق راپورهای مراجع بین‌المللی دو روسها کمر اقتصادشان و کمر نظامشان شکست و کشور سوسیال اتحاد اشتراکی شوروی پارچه پارچه شد. قرار راپورهایی که من دمی دروز سیروز مطالعه میکنم و در اخبارهای مختلف اخبار و مطبوعات نشر کرده میگن روسا در این لشکرکشی خود بیش از 118 تیاره را از دست دادن، بیش از 333 هلیکوپتر از دست دادن، 147 تانک از دست دادن و زیرپوش های باربری و جنگی که 1314 تن است و توپ راکت انداز که 433 می باشد و وسایل مخابره که 1138 و چیزهای دیگه که مثلا مثل جرثقیل و تراکتور 510 دانه از اون و لاری و تانکرهای نفت که 11369 اراده می باشن. بیاییم که افغان ها چی را از دست دادن. افغان ها برلاوی که استقلال خود از دست دادن، تمام بنیادهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما از بین رفت. به استثنای مراکز ولایات، تمام ولایت دیگر، تمام قرار و قصبات توسط بمباردمان وحشیانه روسا از بین رفت. عزیزای گرامی، من خودم شاهد بودم. من ولایت هرات رفتم که زادگاه من است. متاسفانه من ولایت هرات نمیشناختم. بجز خرقه مبارک و اموش مرکز ولایتش هرات و یک دو سه جای دیگه تمامش به مخروبه مبدل شده بود. و در پالوی ازی ما ولایت لوگر دیدم که غیر از ویرانه دیگه چیزی در اون نبود و همچنان در قرار و قصباتی که نزدیک ولایت کابل بود، مثلا چاریکار، شکردره، ولسوالی های شکردره و گلدره و اینجا که رفتم، همش در اثر بمباردمان وحشیانه روسا و لشکریان سرخ کلش به مخروبه تبدیل شده بود. عزیزای گرامی، ملت افغانستان در این چی تلفات داد؟ برلاوی که گفتیم 2 میلیون انسان شهید شد در افغانستان و یک سوم جمعیت افغانستان که در وقت 13 میلیون بود به حساب مهاجر شدن به کشورهای ایران و پاکستان، مخصوصا به خاطر که اکثریت و قدر اقتصاد نداشتن که به حساب برند کشورهای غربی. بنان نزدیکترین کشور که بر ما کشورهای همسایه بود که متاسفانه به اثر امی بدبختی امروز لشکریان از او باعث نفاق در افغانستان میشن. همچنان در قرار احصائیه‌ای که در سال 1985 گرفته شده که افغانستان یک کشور زراعتی بود، نیم اراضی زراعتی افغانستان به اثر بمباردمان و تخریباتی که اینا با بساب کردن، شبکه های آبیاریش و بساب زمین های زراعتی مطلقا از بین رفت. باغستان ها، تاکستان ها همیشه از بین رفت و این ما به خود ما به چشم سر دیده بودیم. روزها تا 15 میلیون ماینه بساب در افغانستان کاشتن که تا امروز تقریبا 41 سال از رفتن از او تیر شده، هنوز هم ماینه های شده از اونو از ملت افغانستان و از جوان ها و نوجوان ها و اطفال ما که به شکل سامان های بازی بود قربانی میگیره. و این از جمله 10 خطر بسیار بزرگه که حیات افغان ها را به خطر موجی میکنه همین ماینه هست. ما در از زبان یکی از سیاست مدارای وقت رژیم گفته شنیده بودم که میگفت که
روس ها میگن که ملت افغانستان خو ما را مجبور به ترک وطنشان کردن. ما بر از اونا چیزی کاشتیم که تا سالها بعد از رفتن ما هم اینا بساب با اینا می جنگن و از اینا بساب قربانی می گیرن. و ما و شما دیدیم که هر وقت ما و شما شاهد هستیم که هزارها هزار طفل و بساب جوان و نوجوان ما که در قرار و قصبات و در دشت و دمن برای چراندن مواشی خود میرن اونا قربانی میشن، یا این ماین هایی که خرید ماین برای دولت افغانستان یا دولت های بعدی ندارد. به هر حال طبق احصایه‌ای که گفتیم از جمله هر 100 افغان 9 نفرش در جنگ افغان با شوروی کشته شد، یک رقم بسیار بلند است. یعنی تقریبا ما در 100 نفر 9 نفر خود در جنگ با در جنگ پوچ اشغالگرای روس از دست دادیم و 11% این مردم به حساب معلول و معیوب شدن. با میلیون ها معلول و معیوب داشتیم و هنوز هم تعداد این معلولین و معیوبین به حساب بر تعداد از اینا افزوده میشه متاسفانه. بیاین که یاد کنیم، من خودم به یادم است وقت گرچه دختر نوجوان بودم و ما به یاد دارم که 2-3 روز قبل از تقریبا از شروع ماه جدی صدای غرش تیارات بسیار گلپیکری که تانک ها را حمل میکرد که انتونوف میگن او را در آسمان شهر مخصوصا از طرف شو شنیده میشد و ما متعجب بودیم که چی گفت. هیچ کس هم نمیفهمید که خب طبعا دکتاتوری پرولتاریایی که رژیم خلق و پرچم در افغانستان حاکم کرده بود و دهن حفیظ الله امین و ترکی قف میکرد که وقتی کشور بزرگ شوراها رو یاد میکردن و میگفتن که ما افتخار میکنیم و با بسیار افتخار حفیظ الله امین میگفت که از کل ملت افغانستان برای ما 1 میلیون نفوس کار است، متباقی از اون ما کار نداریم. یعنی همون 13 میلیون نفوسی که ما داشتیم برای از اون فقط 1 میلیون کافی بود. و ما به یادم هیچ وقت فراموش نمیکنم که در هر مکتب، در هر منطقه سازمان های دفاع از انقلاب بود. در هر منطقه، حتی در کوچه به کوچه ما سازمان دفاع از انقلاب بود و در مکاتب ما سازمان دفاع از انقلاب بود و اونا هر کس مجبور می ساختن که باید عضو سازمان شود و به قول از اونا کسی که بی‌طرف است خدا نخواسته بیشرف است، اونا عمتو میگفتن و به این ترتیب مجبور میساختن که به شکل از اشکال ملت حتما باید به اینا تسلیم شود. به هر حال هیچ کس نمیفهمید که چی گفت است. بالاخره صبح شام 6 جدی ما با کمال تعجب یک صدای آشنا را که فرار کرده بود و به کشور شوراها پناه برده بود و او را شنیدیم و انفجار و انتحار و انفجارات بسیار بزرگ را صدایش شنیدیم. این انفجار چی بود؟ خب در بحث تاریخی من نمیدونم، به خاطر از اینکه شما عزیزا حتما در جاهای مختلف مطالعه کردین و حتما دیدین، این را به خاطر یاد میکنم که نسل جوان ما، نسل جوانی که در طول 20 سال تولد شدن و کلان شدن و اینا ارزش آزادی بیان نمیفهمن. ما که در تحت فشار رژیم مختنق خلق و پرچم قرار داشتیم و دکتاتوری نظام از اونا را تجربه کردیم، میفهمیم که حتی نام ترکی و حفیظ الله امین 3 خط باید میگفتی کسی نمیتونست بگوید نور محمد ترکی، باید رهبر کبیر انقلاب ثور، نابغه شرق، رئیس شورای انقلابی، رئیس عالی کمیته دفاع از وزارت دفاع ملی، چنان و چنان. همچنان وقتی که او را حفیظ الله امین خفق کرد و از بین برد، باز همین ای القاب به حفیظ الله امین داده شد. حفیظ الله امین کی بود؟ حفیظ الله امین فرد دوم مملکت یا قدرت سیاسی در افغانستان و شاگرد وفادار نور محمد ترکی بود. شاگرد وفاداری که با بالشت رهبر خود خفق کرد و زمام قدرت به دست گرفت و او با مار و مارای آستین خود بازی میکرد و اتفاق میکرد که
بادارایش با مو شکل که ای با ترکی معامله کردن و او را از بین بردن، بادارایش ای را از بین نمی برن، بلکه به وفاداری از ای و به ایمانی که ای به روسا داشت باور میکنن. در تحقیقاتی که من میال ریسرچ های مختلف کردم، از یک دانشمند ما به نام اکرم اندیشمند بخواندم که او نوشته میکنه که حفیظ‌الامین در حالی که اعضای دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق از کمک های نظامی و مالی شوروی اطمینان میداد، در حساب قصر اداره خود از ارگ ریاست جمهوری و مشوره روسها از اینجا انتقال داد به تپه تاج بیگ و در اونجا از روسها هم حفیظ‌الامین و هم نور محمد ترکی تقریبا میگن بیشتر از 21 بار دعوت کرده بودن که 7 بار از این مستقیم خود حفیظ‌الامین کرده بود که ما برای دفاع از انقلاب و برای تحکیم سرحدات خود به کمک شما نیازمند هستیم. و حتی حفیظ‌الامین گفته بود که من خودم سر افغانای خود اعتبار ندارم، برای گارد محافظتی برای خود ضرورت دارم. بالاخره همی مارای آستین و همی گارد ضربتی لوای 333 را که خواسته بود بلای جان خود شد. آقای اندیشمند نوشته میکنه که وقتی که جلسه خلاص شد و بسیار کمال خوشی را حفیظ‌الامین داشت، در این وقت آشپزای روسی از این و دستور کجیبی در غذای از این سم انداخته بودن و بعد از صرف غذا این آدم مسموم شد و افتاد. خب بالاخره قماندان گاردش که جانداد نام داشت، ای به بسیار سرعت به شفاخانه 400 بستر تلفن کرد و از اونجا چندین دکتر و مشاور روسی رفتن و ای را که در حالت بیوشی و بیالی بود کشی از او حالت کشیدن. بالاخره طرف های شام بود که حفیظ‌الامین به حال آمد و از امی قماندان گارد خود پرسان کرد که چیه بست؟ ای کی است که سر ما حمله کردن؟ و جانداد برش گفت که صدای فیرها را بسیار نزدیک شدید و دید که حمله سر خود قصر که اید او قرار داشت، حمله سر ازی صورت گرفتن. جانداد برش گفت که رفقای روسی ما هستن و حفیظ‌الامین میگه تا آخرین رمق زندگی که جانم میداد ای باورش نمیشد که روسا سر ازی حمله کردن، بادارایش میخواه ای رو بکشن. به هر حال باز میگه روسا داخل شدن و در حالتی که دخترای حفیظ‌الامین عکس حفیظ‌الامین گرفته بودن و دختر کلانش غطه بساب عکس حفیظ‌الامین به دستش بود که دید روسا داخل شد و این پرسان کرد که چیگه پس؟ اونا گفتن که حفیظ‌الامین کجاست؟ و دخترش نشان داد که در کجاست. میگن که روسا با مو بساب مرمی باران کردن از سر تا پای حفیظ‌الامینه و همچنان دخترایش مرمی خورد و حفیظ‌الامین جسدش در یک قالین بساب پیچاندن و در یکی از گوشه های از این قصر دفن کردن. این بود داستان غم‌انگیز اشغال افغانستان توسط قشون روس که بازم به دعوت و همکاری یک حزب یا یک نیروی قدرت سیاسی در افغانستان صورت گرفت. حالا ما میاییم که از این اشغال ما باید چی یاد میگرفتیم، چی چیز باید ما حساب میکردیم که نکردیم. گرچه حال امو اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که شامل خلقی و پرچمی ها هستن خود اق پاک میتراشن، مثل که ما فراموش کردیم 2 میلیون انسان شهیده، 2 میلیون افغان بیگناره، پلوگونی های پلوچرخی، پلوگونی هایی که در بدخشان، پلوگونی هایی که در هرات بساب کشف شده شاهد جنایت است و میلیون های دیگه که هنوز تا حال ما موفق نشدیم که اوها را پیدا کنیم. عزیزان، هموطنان عزیز، آیا ملت افغانستان خردمندایی نداشت که این اوضاع را پیشگویی بکنن و برای ملت افغانستان هشدار بدن؟ طبیعی است که داشت. هیچ ملت بی فرهنگ و بی علم و بی دانش نمی باشه و مخصوصا مردم ملت مردخیز افغانستان شخصیت های خبیری داشتن که از آمدن اینمو تو یک سیلاب فتنه در افغانستان آگاهی می دادن ملت و بساب بیدار می ساختن، مگر متاسفانه گوشش نوا نبود،
چرا ما افغان‌ها با یک غرور خام داریم، یک تفکر عجیبی داریم، تفکری که ما افغان‌ها را هیچ کس شکست داده نمیتونه و ما همیشه امپراتورا را شکست دادیم، خود ما شکست نمیخوریم. چرا شکست خورده میریم؟ چرا از سال 1357 که آل 1399 است تقریبا بیشتر، تقریبا چیزی کم آل بیش از 47 سال است که ما در آتش خون، آتش و خون به حساب 25 نرم میکنیم؟ رضی که ما از گذشته خود هیچ وقت عبرت نمیگیریم و متاسفانه او شعار خلقی و پرچمی ها که میگفتن چرخ تاریخ به عقب بر نمیگردن، ما باز هم میگم که در افغانستان متاسفانه چرخ تاریخ همیشه به عقب برگشته. میایم از یک عالم دانشمند که بادر، که در هفته گذشته ما از سال روز به زندان کشیده شدن این شخصیت یادواری کردم. یکی از عواملی که او را دستگاه استبدادی زمامدارای وقت حکومت ظاهرشاه و داودشاه به زندان میکشید این بود که او عالم منوری بود که در سیاست هم میفهمید و علاج واقع قبل از وقوع میخواست بکنه و میخواست به ملت افغانستان هشدار بده. به طور مثال در یکی از آثارشان به نام جهان به تلسکوپ قرآن که در سال 1351 این کتاب نشر شده نوشته میکنن، در صفحه 114 علایم اولی قومی که مقهور خداوند جل جلاله واقع گردند چطور میشوند. در اینجا حضرت علامه سید فیضانی قبله من بسیار واضح و خوانا برای ملت افغانستان نشان میدن و یادآوری میکنن که او ملت اگر شما بیدار نشوین چی میشه. این آیت 16 سوره مبارکه الاسرا را مثال میارن. بسم الله الرحمن الرحیم و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ترجمه: هرگاه بخواهیم شهر یا مملکت یعنی ساکنین ایشان را تباه و برباد گردانیم، تمایل یابد بزرگان و مقتدران تا مبادرت ورزند به اعمال فسق، درست در آن فرصت اهل آن سرزمین را با زمینشان از روی بروی دیگر گردانیم، یعنی زیر رو کنیم. کنایه از نهایت خشم او تعالی جل جلاله است. آیا سرزمین ما از یک روی به دیگر روی نشد، چی از زمان اشغال روسا و چی از زمان بعد از 2001 که افغانستان فعلا تحت سیطره قوت‌های ناتو قرار داره. حضرت علامه صاحب میگه که مقتدران که در آیه مبارکه خداوند متعال رو به او اشاره کرده شامل سه گروه است. اول دسته سرمایه دارا است. ببینین من متن به خاطر میخونم که ما نگوییم که ما بیدار کننده ها نداشتیم. ما بیدار کننده ها داشتیم مگر گوش شنوا نداشتیم. حضرت علامه صاحب میگه که نظر به عبارت فوق، فسق برخی از ارسی دسته به عصر حاضر ظاهر است، چنانچه عده کثیر تجار از سرمایه سرشاری که دارند جز آرامی خیش دیگر آرزو و اندیشه نداشته و حتی به انواع حیل سودخوری ها تماما خلاف شرع و اساس و شرع و اسلام را می نمایند و عوض کمک به مردم و تاسیس مؤسسات عام المنفعه یا ادای زکات مفروضه از طبقه بیچاره اجرت و دستمزدشان را هم می خورند. بدین معنا که با وجود اضافه کاری ها و مشقت های بسیاری که به مردم مزدورکار آنقدر عقل و زحمه نمی دهند که گزاره یک روز نان خشک شخص با آن تکافو گردند، کجا که در تاسیس شفاخانه ها، لابراتوار ها و یا تب و نشر کتب دینی و غیره کارهای اجتماعی سهم گیرند و به تنویر ذهنیت جامعه و یا دست کم در برداشتن مرض بیسوادی به اجتماع خیش و جز زور و قوت آقایون مقتدر مصدر کمک گردند. واقعا در افغانستان آیا زعمای ما و مخصوصا سرمایه دارای ما کدامشان برای بهبود وضع ملت،
کدام کاری کردن؟ چنانچه حضرت علامه صاحب گفتن کدام مؤسسه خیریه را شما میبینین که یک حساب تاجر ملی ما او را سرمایه گذاری کرده باشن؟ کدام حساب پل و پلچک اینا درست کردن؟ دسته دوم مولانا صاحب چی میگه؟ یعنی مثلث نکبت در افغانستان سه چیز است. یکی سرمایه‌دارا هست، دوم مقتدران سرچوکی یعنی کسایی که در قدرت سیاسی بودن. کم است که به طور عموم رشوت را متنابه های مطلق و نتیجه عایدات و حاصلات چوکی گردانند. بیشک رواج هرچی بیشتر این عمل ناروا مستلزم حق تلفی ها و ظلم های نهایت بجا می گردد و زیادت ظلم در اجتماع علاوه از ایجاد خانه و ایرانی ها باعث بربادی آن قوم حتما می شود. ببینین که او وقت مولانا صاحب رشوت دیده بودند و واقعا رشوت در او وقت بود. تو نگوییم که ما آل رشوت بیداد میکنه در افغانستان، او کسایی که صاحب آرگاه و بارگاه در او وقت هم شده بودند از طریق رشوت شده بودند. تقیه سوم که از نظر مولانا صاحب نظر به این یاد قرآن مولانا صاحب میگه که اینا مسئول هستند، علما یا رهبران دینی هستند، چون همه ایشان خود را جانشین پیغمبر صلی الله علیه وسلم می دانند، اما بعضا ملتفت نیستند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم تنها به تبلیغ احکام مشغول نبوده بلکه شخصا با ازواج مطهرات در عموم غزوات شرکت می ورزیدند و هکذا صالحین سلف به انواع تدابیر حکیمانه پیشروی هر گونه فعالیت های اقطاب مخالف را گرفته و آنان را یا نابود و یا پلان هایشان را خونسای مطلق می کردند. متاسفانه که امروز قضیه تماما برعکس است و در بالانشینی و قبول هدایا، تحایف و نظورات و غیره انواع صدقات حق اولیت با ماست، یعنی با علما است، ولی هنگام جانفشانی و یا غیره ایثار و ایلای دین نبوی ابدا حاضر نبوده، فقط بعضا به طور فعال چند مقال را بدون این که از جریان وقت و علت ایجاد فتنه و پیشرفت‌های آن با غیره جوانب مثبت منفی مستحضر باشند از بالای منبر گفته و خود را بدین عمل یا ترجمه چند جمله از عربی به فارسی آن هم به شکل چاپی و مقابل این همه روش های اساسی اهل دغا و با تمامی مسائلی که آنها دارند برای ادزمه دانسته مسئله که این خواب است و خیال است و جنون. به هر حال اگر از هر یک از آقایان سگانه که دعای خلوص و در عمل را دارند فل مثل مورد بررسی کردیم، به انواع حیله میگه خود را از آنچه که مختصرا گفتیم واجب الجنه میدانند به خاطر که حج میکنند، و یا ای که ملاصم میگه من خوب حساب این در خانه خدا به حساب شیشتیم تبلیغ میکنم و تبلیغم چی است؟ مولانا صاحب فیدانی میگه که به چند جمله که از عرب اینا ترجمه کردن به مو خلاصه میشن، متبقی چیزی اینا ندارن. خلاصه حضرت علامه صاحب به این من زیاد حساب نمیخوایم کلی متن بگویم، اینا علایم اولی قومی که مقهور خدا جل جلاله قرار میگیره، گفت که در او سی گروه به حساب از که مسئول آوردن امی قهر هستن. اولش سرمایه دار هست، دومش زمامدارای سیاسی است، سومش رهبرای دینی است. آل علایم اولی قومی که مقهور خدا جل جلاله قرار گرفته چی است؟ اول در اثر تقلیب در پیدا شدن نفاق و شقاق در اجتماع باشد. ما شما میبینیم نفاق و شقاق در اجتماع افغانستان امروز بیداد میکنند، حکومت میکنند. نفاق مذهبی، نفاق لسانی، نفاق قومی، نفاق جنسیتی، مرد است، زن است، بس ما به حقوق از این کار میکنم، ما به حقوق از او کار میکنم، این کلش مرض نفاق است. اولین علامهش گفت که اتفاق از بین میره و نفاق و شقاق حاکم میشه. دوم، برداشت شدن اعتماد. امروز میبینید هیچ کس بالای هیچ کس اعتماد نداره. پدر بالای اولاد، اولاد بالای پدر و مادر، خوار بالای برادر، برادر بالای خواهر و تمام جامعه کلشان به حساب نسبت به همدیگه مظنون و مشکوک هستن. دولت اعتماد از بین میره. سوم، خودخواهی و غدر رواج به سزای پیدا میکنن. هر کس میگه مستم، هیچ کس نمیگه که من به حساب یک پاوکم هستم، هر کدام ما یک چارک هستیم، کس سیپاوه پیدا نمیشن. چهارم، به علاقگی به دین و عدم ارتباط باطنی و با خدا جلو در بین افراد و تمام افراد مملکت با حساب پیدا میشه.
دین یک افسانه میشه. اساطیر الاولین میگن، چنانچه در وقت حکومت خلقی و پرچمی ما با شما یاد داریم که اینا را میگفتن که یک کتاب کونه است، ذره گنجه ترکی میگفت که ما دیگه به این گفتار کونه ضرورت نداریم. ما ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا را در افغانستان حاکم میسازیم. پنجم، ظلم و رشوه به پایه اعلا و نهایی خود میرسه. ما شما از او وقت گرفته تا حال میبینیم که روز به روز چقدر ظلم و رشوت در جامعه ما رخنه پیدا کرده و چقدر رشد میکنه. ششم، سودخوری و قماربازی ها و غیره فجایع و فواحش پیشرفت به سزای پیدا میکنه. سبحان الله، ببینید که ما 47 سال این اثر تقریبا 49 سال پیش نوشته شده و ما آل امو مرض را که اونا پیشبگویی کرده بودن با مراتب بدتر از اونه. چرا جلو مرض را که نگیری با مراتب وخیمتر شده میره و روز به روز ما اثر ای وخامت بیشتر از بیشتر میبینیم. هفتم، امانت را خیانت گردانند. برای کسی چیزی میسپوری پس دوباره نمیده، قرض میدی قرضت منکر میشه. هشتم، سوء عقیده پیدا شده و باعث بر پدیده نهایت خراب از این ممر گرده، در نتیجه یا به دست کفار و یا ظالمترین مقتدران آن دیار افتند تا دمار از ایشان برارند و به قعر جهنم در دنیا و عقبا واقع گردند. سبحان الله، ببینین که آیا ما نشدیم؟ امی سوء عقیده ها بود، امی هشت بسا مطلب را که علامه صاحب پیشگویی کرد که از تقلیب در سر نفاق شقاق و ما شما گفتیم که اعتماد از بین میره، خودخواهی و بسا غدر رواج بسازهای پیدا میکنن، بیعلاقگی به دین زیاد میشه. بیاد دارم مسجد کسی نمیرفت برای نماز مگر به کنسرت ها سرامش کست. بساب ظلم و رشوت به پای علای خود میرسد، سودخوری و قمار و مجالس عیاشی و فاحشی رشد پیدا میکنند، امانت خیانت میشه، در نتیجه سوء عقیده، یعنی عقیده مطلق از بین میره. و ما و شما دیدیم که خلقی و پرچمی ها عقیده به خدا نداشتن و این کارو نمیکردن. ما به یاد دارم که همسیمپی های ما میگفتن ما کمونست هستیم، ما کمونست هستم، ما ملحد هستم، ما به خدا باور ندارم. کجاست خدا؟ اگر خدا هست برای ما خدا رو نشان بدیم. در برنامه قبلی براتون گفتم ما دست مضمون بیولوژی میخوندیم، بر ما فلسفه ایولوشن یا فرگشت یا تکامل داروین مطرح میکردن و به این شکل میخواستن که مغزشویی بکنن جوانا را، نسل جوانا به ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم آیسته آیسته دعوت بکنن و این کار از طریق سازمان خود. وقتی که من هنوز صنف ده مکتب نشده بودم که مثلا کودتای 7 سال کامیاب شد و سازمان این کار را مستقیما میکرد. و شاگردی که شب تا صبح در کنسرت می بود و می رقصید و خانه خلق می رفت، من به یاد دارم که همسیفی های ما مقبولترین دخترها در لیسه آریانا بودم. شب تا صبح اینا در خانه خلق بودن و با اونجا به کنسرت می رفتن، با آقای امین و آقای ترکی می خوندن و در مقابل اونا کامیاب می شدن. مگر بر ما باز فشار بود. ما در پایان امتحان می دهیم، در بالا در کتاب خانه ما مشق و تمرین کنسرت بود. عزیزایی که در اون وقت در افغانستان در اون رژیم بودن، من شاید بساب این خاطرات به یاد داشته باشم. به هر حال نتیجه حضرت علامه صدر میگه که این مردم باعث همین هشت چیز که اتفاق افتاد، بساب در نتیجه یا به دست کفار این مملکت خراب میشه یا به دست ظالمترین مردم مقتدران میفتن. و ما شما دیدیم پیش از این که روسا حمله بکنن، پیش از این که امریکایی ها در افغانستان حمله کنن، ظالمترین حزب در افغانستان حاکم شد که کسی اجازه نفس کشیدن نداشت، اجازه بساب از این نداشت که بگویه که من اینمی فلسفه را قبول نمی کنم، اجازه از این نداشت که بگویه که من اینمی فرمان شماره 7، فرمان شماره 8 یا فرمان شماره 6 من نمی پذیرم. شما بیاد دارین فرمان شماره 6 چی بود؟ سود و سلم من بساب ملغا قرار داد. درست است از نگاه اسلام سود و سلم روا نیست، مگر این حق تلفی را نباید شود. خود از او انسان حاضر به این شود که از سود خود بگذرن. فرمان شماره 7 بیاد دارین که آزادی، بساب گفتن که دیگه از این باد دختر مجبور نیست که از ولی خود اجازه بگیره، بلکه میتونه خودش
و سو به انتخاب خود همسر بکنند. و هزارها دختر از خانه پدر و مادر فرار کردند، ازدواج کردند با استفاده از این فرمان و بالاخره این یکی از عوامل ازدیاد نارامی ها در افغانستان شد. فرمان شماره 7 که بسا زمین ها را از زمیندارا گرفتند و او را تقسیم کردند به گپ خودشان بر طبقه کارگر و بر طبقه زاره یا دهقان که اینا ای حزب از اون رو نمایندگی میکرد. و ای هم از جمله عواملی بود که اسباب قیام مردم هم در پولوی عقیده که مردم داشت، خان و خوانین و دیگه کسا را هم بساب به این لشکر قیام و مقاومت در مقابل روزها بساب وادا ساخت. عزیزای گرامی، آل ما باید فکر بکنیم که ما ایتو طبیبای حاذق داشتیم در جامعه و وقتی که به ایتو طبیبای حاذق، به ایتو انسانهایی که در روشنایی ارشادات قرآن با ضمیر روشن و تفکرات بسیار روشن و بساب امراض جامعه را تشخیص میکرد و راه علاجش نشان میداد، متاسفانه بجای که او علما و دانشمندا مورد تقدیر جامعه قرار بگیرند، اونا به زندان کشانده میشدند، نه یک بار بلکه 6 بار. و در زمان حکومت سردار داوود که دفعه 7مشان بود، به توطئه‌ای که شما میفهمیم که حکومت ظاهرشاه توسط کودتای سفیدی که داوود انجام داد به همکاری حزب خلق و پرچم ساقط شد. و این حزب خلق و پرچم میترسیدن که اگر علما و دانشمندای مثل علامه فیضانی باشه، این حزب هرگز نمیتونه که با برامهای خود که امان و انداختن افغانستان در دامن شوروی و ساختن افغانستان به حیث یکی از اقدار شوروی، به حیث 16مین جمهوری شوروی باشه، بسا آزادی با او آرمان خود اینا کامیاب شوند. بنان اینا داودخانه ترساندن که این شخصیت که دارای چنان نفوذ ملی، سیاسی، نظامی، اجتماعی است، میتونه در مقابل رژیم تو خطرناک باشه و رژیم تو را به شکست مواجه بسازه. و حضرت علامه صاحب با استناد امی آثارش که به می صراحت بیان کرده بود و اینا را به جرم کودتا زندانی کردن. به هر حال آل بحث ما سر از اون نیست، سر بحث ما سر ازی است که چرا ملت افغانستان به این بدبختی گرفتار شد. آیا اتبای حاضر و دانشمندهای دیگه نداشت؟ حتما داشت، مثل حضرت علامه صاحب فیضانی شخصات های دیگه هم بودن، مثل آقای گهیز، مثل آقای نیاز محمد، مثل آقای غلام محمد نیازی که از جمله بنیانگذارای جنبش اخوان المسلمین یا نهضت جوانان مسلمان وقت بود. این تو شخصیت ها بودن، آگاهی میدادن جامعه را، مگر اونا را در اولین اقدام کودتای 26 سرطان توسط داودخان که بدنام شدن، اونا را زندانی ساختن و یک تعدادشان را شهید ساختن. ما شما شاهد هستیم که بسا محمد هاشم میوندوال که صدر اعظم بود در وقت ظاهرشاه، او را هم به جرم کودتا بندی کردن. به هر حال حضرت علامه صاحب فیضانی در یک اثر دیگه خود به نام اصول تبلیغ نوشته میکنه که آله ببینید وضع امروزی را پیشگویی میکنند. بیشک پس از یک جهان کشت و خون، بنیاد دودمان خیش را برکنیم و آنها یعنی استعمارچیان جهانی شرق و غرب چون مرغ جنگان و بودن بازان بر سر روی پرخون ما تف کرده و بدین نو تسلیت داده و به جنگ تشویق کنند. دیگر چیزی نخواهیم دید و انتهای تلطف طرفین بر مقتولین تأسف و بر مجروحین یک مشتف باشد. ببینید که وضع ما همون نیست. آیا با می چیز امیال یک دفعه آله بساب از دامان روس که از چنگال از او فرار کردیم و رها یافتیم، بر در چنگال استعمار دیگه افتادیم و اردوی از یا به جنگ تشویق میکنه. یکیش لشکر طالب می سازه، دیگهش لشکر بساب داعش می سازه و دیگهش بساب لشکر القاعده را می سازه و هنوز هم تیشه بر ریشه ملت ما می زنن. اینجاست که حضرت علامه صاحب میگه این است آخر کار، ای قوم هوشیار و ای گروه بیدار و ای چوچگان قوم شجاع نامدار و ای زادگان کوهسار، هشدار هشدار که تأسف نتیجه ندهد در پایان کار. حضرت علامه صاحب سالها قبل این حالتها را پیش بینی کرده بود.
این حالت را که امروز یک دفعه به خاطر صلح به دامن به حساب امریکا افتادیم و امروز باز به دامن عرب افتادیم، به دامن روس افتادیم و هر کدام از اینا افتخار میکنه که ما زمینه صلح برای شما برابر کردیم. ما میخواهیم که در افغانستان صلح حاکم شود. چینه و صلح در افغانستان حاکم میشه؟ مردم افغانستان به استناد آیت قرآن از ایمشان که در سوره توبه میگه که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مالشان و جانشان به جهاد پرداختن نزد خدا مقام بالا دارند و اینان همانا رستگارانند. مردم افغانستان بنا به عقیده خود، زن و مرد، پیر و جوان، خرد و کلان در مقابل اشغال روس قیام کردند. ما به یاد دارم قیام 3 اوت شهریان کابل. حتما شما عزیزایی که اگر در افغانستان به وقت بودین حتما به یاد دارین نعره های الله اکبر که از سر بام هر خانه در مو هوای سرد بلند میشد در 3 اوت سال 1358. و ما به یاد دارم قیام مردم افغانستان در مقابل روسها، این که در مقابل حکومت خلق پرچم قیام مردم هرات، قیام مای هود 24 هود مردم هرات که 25,000 شهید دادن و مردم کابل دسته هود به هزارهای هزار دیگه شهید دادن، قربانی شدن، کسی آمار از اونا رو در دست نداره. حضرت شاعر نامدار و شاعری که به حساب ترجمان آلام مردم افغانستان در جریان جهاد بود، صدای رسای ملت افغانستان در جریان جهاد بود، خلیل الله، مرحوم خلیل الله خلیلی در یک شعر بسیار زیبایی که به بارگاه حضرت ختمی مرتبت به شکل یک مناجات پیشکش میکنه، ما بسیار طولانی از شعر یک بخش کوتاهی از اون رو میخوانم. حضرت خلیلی میگن زین فاجعه شوم که بر ما به زمین رفت، فریاد اسیران تو تا چرخ برین رفت، آرامگه شیر خدا بلخ گزین رفت، ای صاحب دین گوش فرادار که دین رفت، در قلعه توحید نه در ماند و نه دیوار، در قلعه توحید نه در ماند و نه دیوار، غلطیده به خونیم چی عالی و چی دانی، همین مردم افغانستان به خون غلطان شدن، غلطیده به خونیم چی عالی و چی دانی، از حال دل ملت مظلوم تو دانی، در مانده در این حادثه الفاظ و معانی، جانها به فدای تو که جان جهانی، هم شاه جهانی و تو هم شاه جهاندار. چقدر مقبول پیشکش میکنه عذر و شکوه ملت افغانستانه که از دست روس ها کارد با استخوانشان رسیده بود. از ما به جهان مردم بیچاره‌تری نیست، از ما به جهان مردم بیچاره‌تری نیست، مظلومتر از ملت افغان دیگری نیست، 100 شهر به خون تر شده کس را خبری نیست، 100 شهر به خون تر شده کس را خبری نیست، سوگند بنامد که چما در بدری نیست، نی دار به جا مانده در آنجا و نه دیار، بر مسند اجلال کسانی که نشستند، بر مسند اجلال کسانی که نشستند، پیمان تو عهد خداوند شکستند. سبحان الله، میثاق به اهل ستم و کفر ببستن، میثاق به اهل ستم و کفر ببستن، با غیر ببستند و ز احباب گسستند، از یار بریدند و ببستند به اغیار. ای منظورش حزب حاکم خلق و پرچم بود که از ملت بریدند و اتکا کردند به اغیار که امون دشمنای بساب دین و عقیده سچی ما اسلام بود. من حامل فریاد شهیدان وفایم، من حامل فریاد شهیدان وفایم، من قاصد درد و علم و رنج و عنایم، من ناله زنجیر اسیران وفایم،
آواره و گمگشته ندانم به کجایم، آواره و گمگشته ندانم که به کجایم. ای ابر کرم بر سر آواره فرو بار. الهی آمین، هزار بار آمین. خداوند ابر رحمت خدا بر سر ما و ملت مظلوم و در بدر ما که هنوزم که هنوز است بیشتر از نیم قرن میشه که در آتش نفاق، خونریزی، جنگ، بدبختی، دیکتاتوری و سوتاکراسی و بساط می سوزن و از کشته های ما پشته ها ساخته میشه. هر روز جوانای عزیز ما، چی دختر و چی پسر، ما در هفته گذشت ما شما دیدیم که باز هم دشخیمان بساط سنگدل خون جوانای ما رو ریختن. خواهر عزیز ما فرشته کوهستانی شهید شد، در انوز خون ملاله میوندی سرخ بساق خشک نشده بود که یک جوانی که زبان داشت و جرأت داشت و انتقاد میکرد خون از او هم بزن دیختن. ای که بمهای بساق انتحاری و بمهای چسبکی آله جان چقدر عزیزهای ما را میگیره و از بحث کنونی ما بیرون است. عزیزای گرامی، ما در حالی که بر ملت عزیز خود، بر هموطنای عزیز خود، بر همه اون کسایی که با آمدن امی انفلاق کبیر و مخصوصا با یورش اشغالگرای سوسیال امپریالیسم شوروی عزیزای خود از دست دادن، ما بر همشان تسلیت میگم که ما خود ما هم یکی از او هستم. ما هم به حساب پدر عزیز خود در انفلاق کبیر سال که ده هفته گذشته براتون گفتم از دست دادم و تا امروز که امروز است حتی نمیفهمم که قبرش کجا است. ما تسلیت میگم برای کلشان و میگم که انا لله و انا الیه راجعون. خوش به حال او کسایی که مردانه زیستن و مردانه جان به جان به جانان تسلیم کردن مگر سنگر بر دشمن ندادن. خداوند ما را رهروان صدیق از اونا بگردانه، روح از اونا شاد باشه. در دقایق آخر برنامه خود قرار دارم، دوستای عزیز، من توجه شما را در اینجا به یکی از داکومنتری هایی که به حساب حالت هموطنهای ما را نشان میده به اون معطوف میدارم و به حساب بعد از اون با یکی از به حساب یک شیر یک آهنگ میهنی برنامه خود ختم میکنم. یک لحظه شما اجازه بدین عزیزا که من همی برنامه را بیارم و بر شما منظم بسازم و این را با شما عزیزا شریک بسازم و باز صحبتهای خود را انشاءالله ادامه میکنم. در اینجا هنوز نشانه هایی از حملات سنگین سال 1363 خورشیدی توسط نیروهای شوروی سابق به چشم میخورند. خانه های ویران و قبرستان هایی که از یک رویداد خونین حکایت میکنند. از بالا که بمبار کرد برادر، بایسه بمبار برادر ما آورده مینیمی که کل دبل خواه کدیم، بیادر و بیادر زاده، پدر ما، مادر ما، بچه کاکای ما. از لازه که از خانه میبرای از کسکین خانه میبرای. محمد یاسین چند متر دورتر از این قبرستان زندگی میکنند. سهله یاده را بیاید، سهله یاده را بیاید که آفرین با پدری از اون از حالا همون خانه میشه همشه دخترش و بچه هاش تو خاکا را از سر مویانش رو درد میکند که دستانی هشه برگرد سه تا چهار زنی را مویانش رو مانده بید. سال از آغاز اشغال افغانستان توسط نظامیان اتحاد شوروی سابق می‌گذرد. اشغالی که نزدیک به 10 سال طول کشید و شاید مرگبارترین دهه برای افغانستان معاصر را رقم زد. تخمین می‌شود که نزدیک به 2 میلیون افغان و 15,000 نظامی شوروی در این جریان کشته شدند. ما اون دیسی چرملیت کلی جنمی در برادر جان اینمی تو. سه منزل تیاره 150 بم دونو علاقه بود تو دونو تپ تپه چی ای نیست. آنو یا پرو یعنی متافتادگی بودن سه منزل تیاره بمبار میکرد. یک منزلش من آمدیم که به قید هوا میداد میرفت. تقریبا همه باشنده های همسن و سال عزیز محمد از قنامک و روستاهای اطراف آن چشم دیدهای دارند. داستان هایی که پس از 3.5 دهه هنوز ذهن آنها را می آزارد. اینمی قشا بنام یعنی منطقه را بنام کور رفت می آد می شد. اینمی قشا قبصات جاتر زدن. از ساعت 6 صبح تا 10 بجه روز. اینمی قشا دیسی می زد.
دی 30-40 میل هر چند کاریار کلش از آن ما شخص خودم امی کاریار 20-22 نفر شاید از امی کاریار کشتیم ده ها نفر دیگه زخمی بدترین هر لحظه که اگر همون سنه یادم نیاد ما شاید که اگر ریشم سفید شده است هر ساعتش که نمید دیگه هم ریشم هم سفید میشه دیگه هم ضعیف میشم. خب بینندگان عزیز، این داکومنتری را که از طریق رادیوی آزادی نشر شده بود شما با شما شریک ساختم، شاید شما اکثر به خاطر شریک میسازم گرچه تکراری هم است که بعض واقعیت های را گفت که ما و شما اکثریت شاید او را ندیده باشیم. داکومنتری های دیگه هم هست، خب من فکر میکنم که وقت برنامه اجازه نخواهد داد. یک چیزی را میخواییم بگویم، چرا ما بعد از اینکه روسا از افغانستان برآمدند و وضع ما بهتر نشد، آیا سقوط شوروی باید بر ما کامیابی نمی آورد؟ اینجا من در سایت هایی که مطالعه کردم خواندم که آخرین وزیر خارجی دولت دکتر نجیب عبدالوکیل در کتابی که به نام از پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان نوشته کرده روایت بسیار جالب داره. در اون روایت خود این آدم نوشته میکنه که که نشان میده که مقامای شوروی سابق نگران تحولات بعد از بعدی در افغانستان بودن، یعنی بعد از اینکه اینا برآمدن و اینا مطمئن نبودن که آیا رژیم دکتر نجیب میتونه که دوام پیدا کنه یا نه، و وقتی که رژیم نجیب سقوط میکنه چی میشه. بنان میخواستن تحولات بعدی در افغانستان بودن و میخواستن دست و پای افغانستان یا این کشور برای ادعای خسارت ببندند به خاطر از اینکه ملت افغانستان در پای خود استاد نشود. 34 ولایت افغانستان رو بمبارد کرده بود، شما یک نمونه کوچک شدیدین و کسایی که در افغانستان در ولایت بودن نو حتما به یاد دارن. نسل جوان ما شاید تنها بمباردمان های جنگ های داخلی مثلا در شهر کابل که اتفاق افتاده او رو دیدن، مگر ما و شما خب کسایی هستیم که قربانی های از اون جنگ های 40 ساله در افغانستان هستیم، ما باید فراموش نکنیم. اینال روسا خطر احساس میکردن که اگر مثلا افغانستان یک دولت متحد دوباره جور شود و مثلا مجاهدین جنگ دیده و آزموده چریکی امرای نیروی نظامی جنگ دیده افغانستان که در طول 14 سال در مقابل حساب جنگ کرده بود در مقابل مجاهدین و مجاهدین در مقابل روس‌ها و حکومت کمونیستی جنگ کرده بودن، هر دوی از یا یک جای شوند و ملت هم بیاد و مخالفت کرده بساب حزب خلق و پرچم داشت با اینا متحد شوند و امرای از و عقیده هم باشن، بنابراین اینا یک مشت محکم میشن که هر نوع بساب قدرت مداری را می داشته باشند و از اینا بازخواست غرامت های جنگی و خسارات جنگی را می کنند. بنابراین چی کردن؟ اینا گفتن که خود از این قرار که وزیر خارجه افغانستان وکیل نوشته می کنند که دست پای افغانستان را باید ببندن، او می نویسد آنها یعنی روزها نگران بودند که روزی مبادا دولت موجود از هم بپاشد و سقوط کند و دولت بعدی از آنها طلب جبران خسارت کند. در جریان آن سفر ابتدا یوری ورسانوف و معاون اول وزیر خارجه اتحاد شوروی و سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده اتحاد شوروی مقیم کابل به ملاقات این جانب شتافت. آقای وکیل می افزاید که ورانسوف طرح پروتکل را با من تسلیم کرد و درخواست کرد نظر خود را در آن زمینه ابراز دارم. در ماده دوم از او طرح توافقنامه آمده بود که افغانستان از دعوای جبران خسارت مادی صرف نظر می کند. اینه ببینین عزیزان، امروز چرا ما بعد از اینکه روسا از افغانستان برآمد ما و شما آرام نشدیم، روی آرامی ندیدیم، بلکه یک ولایت افغانستان که آباد مانده بود را هم خراب کرد. این به دستور کجیبی شدن، به دستور عوامل کجیبی شدن که نیمش به دامن حساب شورای نظام افتاد و نیم دیگهش به دامن حزب اسلامی افتاد.
و اینا جنگ های را به داخل افغانستان در دادن و افغانستان را نگذاشتن که مشت محکمی شود. به هر حال افغانستان که گفتیم که به حساب تقریبا به یک چیز دیگر هم که میخوایم بگویم، روسا بر ما خسارت بزرگ دیگه سودی زدن. این خسارت چیست؟ تقریبا 3.5 میلیارد روبل گاز طبیعی افغانستان را مفت بردن. ما شما ببینید که ما معدن گاز و نفت در شبرغان داریم و این استخراجش امتیازش روسا گرفته بودن و تمام این گاز برای روسا مستقیم در 14 سال زمامداری و حکومت خلقی و پرچمی در افغانستان یا حزب دموکراتیک در افغانستان بر خود روسا انتقال می شد. و دیگه غیر از این که دیگه خساراتی که به مردم افغانستان گفتیم رساندن، خساری بزرگ کلانی که بساب اینا رساندن ایجاد فرقه های بساب لسانی و مذهبی در افغانستان بود. ما بیاد دارم در حالتی که مردم اجازه نداشت که حتی از ترس در مساجد مردم بر نماز خواندن رفتن نمیتونستن، مگر ما برادرای التشای ما گرچه کار خوب بود میتونستن که مراسم بساب ده محرم ده شب تا صبح اینا مراسم در غیر از او افغانستان در طول حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان کوید شبگردی داشت، مگر دمی ده روزی که ده محرم بود افغانستان بساب شهر کابل و ولایت و کوید شبگردی برای برادرای اهل تشیع ما نداشتن. چرا این کارا میکردن؟ به خاطر که اینا نفاق مذهبی رو دامن بزنن. چرا حق بساب برادرای هزاره ما رو میگفتن طبقه زحمتکش، طبقه کارگر، طبقه بساب چی؟ و نفاق زبانی را امو وقت اینا دامن زده بودن، تهداب نفاق لسانی در وقت خلقی ها گذاشته بود که میگفتن خلقی ها پشتون ها هستن و با پشتو صحبت میکنن، پرچمی ها فیودال زاده اینا را میگفتن، اشراف زاده میگفتن و اینا را میگفتن. اینی کلگیش جبهه ملی پدر وطن، جبهه ملی مادر وطن، این کلگی چیزایی بود که به خاطر کاشتن تخم نفاق در بین مردم افغانستان از توسط کجیبی و بساب امالش در افغانستان که حزب دموکراتیک خلق افغانستان چی جنای خلق باشه و چی جنای پرچم باشه در افغانستان تعمیل شد. حال باید بفهمیم ای کاش ما درس میگرفتیم، او اشتباه را تکرار نمی کردیم. از دامن یک استعمار رها پیدا کردیم، در دامن دیگهش افتادیم. اگر او با 15 بساب ایالت و از 15 ایالت خود عسکرا را روان کرد و بیشترین عسکرا را از ازبکستان و تاجیکستان و قرغزستان که چهره هایشان زیاد شباهت با مردم افغانستان و مردم شمال ما داشت می آورد و تقریبا از تمام کشورهای سوسیالیستی در افغانستان در وقت روسا لشکر بود. و حال افغانستان ما به می خاطر جهاد کردیم، به می خاطر هجرت کردیم که از دامن یک استعمار برایم در دامن دیگه بفتیم. نتیجه چی بود؟ نتیجه تخم نفاق، نتیجه عمو دسیسی بود که عوامل کجیبی در افغانستان کاشتن. چرا؟ مثل که گفتم اگر نیروی جنگیده نظامی افغانستان با نیروی محاربوی عقیدتی جهادی در افغانستان یک جای می شد و حمایت ملی هم رایزومی بود، ما امطور که برای قرن 19 ما پیش کراول آزادی در منطقه شدیم و آفتاب امپراتوری که آفتاب در قلمرو سقوط نمی کرد بساب به شکست مواجه کردیم، ما می تونستیم که این امپراتوری را بساب تمام امپراتوری های جهان استعمارگرای جهان چی شرقی باشه چی غربی به شکست مواجه بکنیم، مگر امید دسیسه ها بود که ملت افغانستان هنوز هم در آتش خون و نفاق می سوزانه و او کسایی که دیروز به لباس بساب کلاه پیکدار کارملی و بروتای دبل دبل خلقی از ملت افغانستان بساب می کشتن و به کشتارگاه ها بساب سوق می دادن، بمباردمان هوایی می کردن، بمای بساب می انداختن، راکت های سکات فایر می کردن. ما خودم به چشم سر دیدیم، یعنی باور کنیم که من در لوگر بودم که بمبارد می شد. این حیوانات پرنده و امی چیزا امی بساب مرغا که کسایی که مرغ داشتن چیخ میزدن میدویدن یک طرف دیگه طرف و گاو گوسفند ناله میکردن از شدت بمباردمان هوایی. زیادتر افغانستان بیش از 2 میلیون شهید داده و اینه من خودم وقتی که پدرم گم شده بود و من رفتم پرسان کردم
برای ما میگن که بیش از 2 میلیون نفر اینجا ثبت نام کرده که پدر مادر خود از دست داده یا مثلا برادر خود کاکا خود از دست داده. ما در موبایل از یا نمیتونیم که پیدا کنیم. تنها ما لیست 12,000 نفریه که از حکومت حفیظ الامین به صبور مانده، ما اونمو لیست داریم، دیگرها رو نداریم. یعنی فکر کنین کلانترین ظلم است. حداقل نام اون کسایی را که شهید کردن یادداشت نکردن و تمام اسناد خود اینا از بین بردن. او یادتان است که در تاریخ 11 جدی یک روزی بود که به حساب اینا تمام زندانیایی را که گفتن از ساطور امین به اصطلاح از یا آزاد شده زنده مانده، ما او را آزاد میکنیم. احمد مرید یک هنرمند افغان به یک خواندن بسیار مقبول کرده بود و یک خواندن بسیار پرسوز کرده بود. من هرچی پالی دو بوره پیدا نکردم، او بوره بخی پاک کردم. تمام اسنادی که جنایت روسا را به حساب نشان بده کلش اینا پاک کردن. و او وقت اینقدر دنیای دیجیتال و دنیای به حساب اینترنت اینقدر به حساب پیشرفته نبود که ما تمام اسناد داشته باشیم، غیر از یک تعداد عکس ها که بسیار مشکل آدم میتونه پیدا کنه. حتی امو اشعار و امو عکس ها را اینا از اینترنت ها محو کردن، هیچ سندی از خود نگذاشتن جز اینکه در دادگاه حق آدم بود او اسناد میبینه. بیاین عزیزای گرامی که از گذشته خود عبرت بگیریم، بیاین هموطنهای عزیز ما با هم متحد شویم. اما طور که تانستیم اونا را شکست بدیم، دیگرها را شکست میدیم. تا وقتی نمیتونیم شکست بدیم که ما نفس اماره خود شکست بدیم. و اما طور که حضرت علامه صاحب در خودشناسی میگه که ما اگر تانستیم امون نفس خود مهار کنیم و او را زیر کنترل خود بیاریم و مطابق حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که در قلب در وجود شما یک توته گوشت است، اگر او اصلاح شد تمام بدن شما اصلاح میشه و اگر او فاسد شد تمام بدن شما فاسد میشه و او چیزی نیست مگر قلب. ما اون را باید اصلاح سازیم، او را اصلاح سازیم. او را چطور میتونیم اصلاح سازیم؟ در برنامه آینده انشاءالله رای اصلاح قلب و از طریق عبادات با قید شرط و بی قید شرط به سلام با شما پیشکش میکنم. از توجه شما سپاسگزارستم. بازم یک بار دیگه با روح تمامی شهدای مظلوم افغانستان، چی کسایی که در اثر بمباردمان و یا به سبب رگبار اسکات و مرمی های کور دشمن های اسلام ملحدین شهید شدن و چی کسایی که در طول 20 سال به اثر به سبب بمباردمان قوت های ناتو در افغانستان شهید شدن و اونا گمنام ماندن، چی کسایی که در اثر عملیات وحشیانه او کسایی که به نام اسلام خود جا میزنن و عملیات انتحاری میکنن یا به ما چسبکی میگذارن با اثر عملیات از اونا، بیاین که همه ما و شما یک دعای بساب از صدق دل بکنیم که خدایا روحی او بزرگوارا را، روحی او شهدای گمنام ما را، شهدای خوشنام ما را، شهدای پاکباز ما را که نه به خاطر قدرت، نه به خاطر مکنت، نه به خاطر ثروت جهاد کردن بلکه جانانه بساب بساب مردانه و مستانه به حضور جانان جان عزیز خدا قربان کردن. خدا آن در روحشان شاد داشته باشی، الهی جنات نعیم نصیبشان بگردانی، اونا را شفاعت خواهی ما روز محشر بگردانی. الهی خدا آن دا، الهی یارب ای آتش که به اثر ظلم خود ما که خودت گفتی که ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدای ما دعای حضرت آدم علیه السلام رو به تو شفاعت میاریم. الهی اگر تو بر ما رحم نکنی ما از جمله ظلم کننده ها بر نفس خود هستیم. خدا اندا به هر گناه و هر معصیتی که ما را گرفتی و ملت ما را گرفتی و آتش نفاق در این مملکت خاموش نمیشه، الهی تو ما توبه کردیم به توبه نصوح، الهی تو توبه های ما را قبول بفرما. اما تو که حضرت مولانا سیف فیضانی در سیاچای زندان گفته بود با آن خوشایی که به وقت طوفان نوح علیه السلام نصیب شیاطین به اثر غرق شدن بشر و بشریت جهان ما گردید، خدا اندا این اکنون این خوشسدی و خوشنودی را به همه پاکان و اولیا و انبیا و حضرت رسول ختمی مرتبت خود نصیب بگردان. الهی بیش از این به اعدا و اعدای دین
و دشمنای افغانستان و دشمنای اسلام فرصت فعالیت و به حساب برادر کشی را میسر نگردان. الهی الهی اللهم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و عجل بزور مهدی اسلام و جعلنا من عوانی و اخذل من خذل دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و لا تجعلنا منهم و جعلنا وسیلتا لدایتهم. الهی خداوند هدایت کن، الهی نصرت بده، کامیاب بساز اون کسایی را که نصرت در فکر کامیابی و نجات امت اسلام هستن، در هر جامعه و لباسی که هستن، خداوند ما را جمله از اونا بگردان. الهی ما را وسیله هدایت از اون کسایی که در راه دلالت هستن بگردانی. الهی ما را خداوند هدایت بکنی و عجله فرما به ظهور مهدی علیه السلام و خوار بگردان اون کسایی را که خوار میکنن امت اسلام، خوار و ذلیل میسونن دین مقدس اسلام، و ما را از جمله نگردان، بلکه ما را وسیله هدایت و رحمونی از اونا بگردان. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین با امی آهنگ میهنی به صاحب برنامه ما ختم میشه. ما شما عزیزا را به الله مهربان امانت و سلامت می سپارم. هر جایی که هستین در حفظ امان پروردگار باشین. خدای یار و مددگار همیشگی تان باشه. یک لحظه عزیزا که من خورده زدامان مادری درود خدا
و ملائکش به روان پاک شهیدان گلگون کفن که از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند. زنده باد وطن.